شادی روح مرحوم تازه گذشته فاطم از صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایون جهت صرف نهار بفرمایید رستوران بلوتوث تو خیابون جردن. البته ما اونجا گرفتیم که غذاش گرونتر باشه و خوشمزه تر. چون غذاش گرونتره بلند سلام بفرست. اللهم صحبت کن دیگه پارسا. بابا من تنهایی رو نمیشه، تو هم یه با هم بریم. پسرم دخترم تو هم من برم واسه برگزاری عروسیمون ازشون لذت خاطر بگیرم به نظره؟ بابا من ترسم بهشون بر بخوره، الان میگم خاک احمد خوش نشده هیچی، میخوان واسه خودشون عروسی بگیرم. چند نفس فقط ببین ما تو چه نصب کردیم، فقط ببین چند نفس اکنون این دفعه که تو ساسب کنیم، نبگو تو رو خدا لطف کردیم انجام وظیفه کردیم. لطف کردیم انشالله هرچی خاک اون مرحوم عمر شما و دوستاش بشه. خدا رحمتشون کنه. واسش یه موضوعی بود راجع به اون مرحوم، میخواستم با اتون در میون بذارم، منتها رومون نمیشد. چه موضوعی؟ اگه یادتون باشه سر خاک سپاری اعلان کردین که هر کس طلبی حقی از مادر خدا بیامرزتون داره بیاد با شما در میون بذاره تا روح اون مرحوم مدیون کسی نباشه. شما که همسایه دیوار به دیوار مادر بودین، مطلع هم هستی که ایشون همیشه دست بده داشت نه دست بگیر. ولی از ما گرفته. بله؟ مادرتون سر فوت مرحوم پدرتون به خاطر اینکه شماها پول خرج نکنین اومد از ما 1,000,000 گرفت و دیگه هم پسمون نداد. این حرفا چیه خانم میزنید؟ مرده تنش تو بور میلرزه. مادر ما چه احتیاجی به 1,000,000 شما داشت؟ درسانی پدر ما 4 سال فوت کرده. اگه راست بگی چرا تو این مدت طالب به مادر ما نگفتی که طلبتون ازش بگیرین؟ بله کار بدی کردیم به روش نیوردیم. هیچ خبر دارین که 1,000,000 4 سال پیش الان چقدر ارزش پیدا کرده؟ 100,000,000 تومان ارزش داره. نه بابا میخواییم بکنیمش 1,000,000,000 چطوره؟ شما 10,000,000 بده ما 1,000,000,000 رو نخواستیم، صدقه سر اون مرحوم. بسته بابا این سیابات، من خودم دیوونه هم فهم کنی با حالو تره. بریم آبچی برش کن. چقدر حال میکنی؟ به خودمون مربوطه. سلام پسر امیر. سلام دختر امیر. میدونم موقع خوبی نیست ولی یه عرضی کوچیکی. چیه؟ تو هم حتما سر جازخرون آبجی ما 1,000,000 داری به مادرمون الان 10,000,000 طلب کاری. بابا چه غلطی کردی گفتی بر که ما طلب کاری بیاد پولشو بگیره؟ ولی تو کنم الان همه مرده ها بلند میشن میگه ما پول دادی. اون قضا تو رستوران گرو قیمت هم همش دروغ بوده فهمیدی؟ یکیه یا ساندویچ علاوی هم زیادتونه. این حرفا رو به در میزنی که دیوار بشنوه؟ 10,000,000 رو ندی حلالش نمیکنی. نمیخوام حلالش کنی بابا، کلا برداری تو روز روشن به من تهمت میزنی. خودت که دیدی چه بلوایی به پا شد. نگران نباش، یه فرصت خوب پیدا کنم همه چیه تلفنی باشون در میون بذارم. فرصت خوب؟ امروز چهارشنبه است، ما قرار بود جمعه عروسیمون باشه. حالا این هفته نشد، هفته دیگه میگیریم. هفته دیگه میگیریم؟ 10 دفعه بهت گفتم تو تقارن مری خدا حل نمیشه عروسی گرفت. حتی با 60 دفعه دیگه ببینن تو بفهمی. دور از جون. دور از جون. ببین پارسا من حالیم نیست. تا حالا 4 دفعه عروسی منو تو به خاطر فوت فامیل عقب افتاده. هر 4 دفعه‌ش هم من به تو گفته بودم. من نمیفهمم دیگه. من این جمعه بعد عروسی بگیرم. ولی نه من نه تو. برو با یکی دیگه عروسی کن. اگر شما اجازه بدین من قصد دارم نمایش های جالب رزمی شما رو ضبط کنم. کار شما فوق‌العاده است. برای چی؟ اپتیکاتون رو برای من اجرا کنین، کمیته حاضر مبلغ قابل توجهی به شما بپردازه. چرا دارین؟ من الان نیاز زیادی ندارم. اگر شما اجرا میکردین بسیار سریع، دیدنی و بدی بود. بفر دست شما درد نکنه. شادی چه به من؟ شما شامی تو بخور، شادی هم به موقعش میخوره. آیا یکم دلگیره؟ نه مادر جون، حساس شده. مادر هر دختری دیگه هم جای اون بود حال روزش همین بود. 4-5 دفعه مقدمات عروسیش معیا شده، دقیقه 90 به هم خورده. به خدا مادر جون تقصیر من نیستش که، فقط از خانواده من فوت نکردن که. همین برادر شما تازگی ها به رحمت خدا نرفت، پسرموش جوون مرگ نشد. اون نمیگه تقصیر تویی که، یکم خرافاتی شده. میگه احساس میکنم یه نیروی نمیذاره این ازدواج سر بگیره. Thank you.
اون چیه؟ اون چیه؟ هیچی، ها، چی میگی؟ تو از ازدواج با من پشیمون شدی؟ بازی مامان نتونست دو کلم حرف پیش خودش نگه داره؟ جواب منو بده. پارسا جان، من مزه کافی سوژه واسه هرس خوردن دارم، تو دیگه زیادش نکن لطفا. ما آخر این هفته عروسی رو برگزار میکنیم، دور از جون، صد دور از جون، هر کسی هم بمیره ما آخر این هفته عروسی رو برگزار میکنیم. من نگفتم نمیخوام با تو عروسی کنم که زود میخوایی معامله رو جوش بدی پارسا جان، که فقط این اتفاقاتی که افتاده یکم یعنی به اون عقیدم یه مقدار چیزتر شد که قسمت نیست، یعنی خدا نمیخواد که من و تو باشیم و اینا. این حرفا خرافاته، واسه چی خدا مهر من و تو رو به دل هم بندازه بعد من و تو رو به هم نرسونه؟ همین امشب به پرویز زنگ میزنم میگم مراسم عروسی برگزار کنه. فکر نکنم دیگه اونو به قول و قرارهای ما اعتمادی داشته باشن. درست از دختر دایی مادرم هیچ دل خوشی نداره، ولی اصلا از پول بعدش نمیاد. قربونش برم، ادعای فامیلی داره، ولی هر بار که از من ودیعه گرفته مگه پس داده؟ بابا خیلی دلم برای تنگ شده، چه خوب شد زنگ زدی. گریه نکنه انقدر، دلش ریش شد. مام من گوشو میدم با سوگن حرف بزن، مراقب خودت باش. خدا یه سر فکر کن، ما این سر دنیایمون اون سر دنیا. خب دلش ریش شد. الو مامان جان سلام، حالت چطوره؟ مامی I miss you so much. خب مامی جان شما نیستی اینو که ببینی، بابا از صبح تا شب یه بندازم اون کار میکشه، مثل هنها دختری در مزرعه. بچه شدیم ویزای کانادای ما. دختر بزرگ نکردم که، مار تو آسیب پرورش دادم، مار. چه قرضی که خودت زدی گفتی من میرم به ماه نکشه. با این دختر را کارخونه آبغوره سازی را مینداختم در آمدم میشته. سرت بکنم. من متوجه نمیشم واقعا شما چرا این مشکلات داخلیتون همش تعمیم میدین سمت من، همه رو هی میارین این ور. این همه بدبختی داریم، خیلی سرمون دوماد گرفتیم که بشینی چشش دو ابرو بکشی. پدر من چشش دو ابرو چیه؟ کارت عروسی دارم طراحی میکنم. نیچه تو ببر. من اصلا باورم اینا، یه روز زور میرم اصلا. هر 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 خندیدم. بابا گوشی بده، من دلشو ریش کردی. الو مامان. چرا برای خودت مرشد پیدا کردی؟ یه بند اشغال میزنه. حالا بیا شامتو بخور، بالاخره اون گوشی رو زمین میذارن دیگه. این دفعه دیگه عزممو جذب کردم، میخوام مراسم برگزار بشه. بعد به دلتون را ندین، خدا خودش همه چیزو جفت و جور میکنه. بعدش ها میخوام یه لیست از اقوام رو به ما تهیه کنم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ میخوام یه بررسی تو فامیل خودمون رو شما بکنیم، ببینیم کی احتمالش میره که بخواد دار فانی رو ودا بگه. که چی بشه؟ اون طرف رو میاریم پیش خودمون، تا روز مراسم چشم ازش بر نمیداریم. مادر جون مرگ و زندگی دست خداست، این حرفا چه میزنی؟ بد فکری هم نیست مامان، اتفاقا تو فال امروز هم یه پیرمرد افتاده بود و من نشستم فکر کردم دیدم کدوم پیرمرده که ممکنه دوباره با مرگش عروسی ما رو عقب بندازه، که رسیدم به یک گزینه. عمو صادق. عمو صادق؟ دقیقاً. می‌کنم اون کفشایی که گفته بودم شیش رنگش واقعا لازم نیست، همون چهار تا کفایت میکنه. همون چهار تا، اون جینم که گفتم بهتون دیگه، سه تا بود یا چهار تا. یه اسنوبوردم اگر یادتون نرفته دوباره یادآوری کنم، بعد پیام رفیقم سلام رسون به شدت. میخواست یادآوری کنه که اون سپر عقب ماشینش که زده بود تونستین تهیه کنید یا نه. سخته اگه براتون نمیدونم حالا واقعا. من دیگه بله، من دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خدا نگهدارتون. تکنیک بالایی داره این شماره 8 آلکانترای مقدار عصبی داره بازی میکنه. چیه؟ چرا مظلوم شدین؟ حالا که داشتین با مامان جونتون درد دل میکردین و زبون میریختین، به ما که رسی لال شدین؟ خانم حنا در مجدعی، من کی از شما کار کشیدم؟ ها؟ پدر جان دروغ نگفتم، که البته شما خودتون کاملا واقف هستید که همه اینا به خاطر فشار ناشی از کاره نیست. من یه دستم همش به دوربین عروسیه، یه سرم به شوهرداری گرمه، از یه طرف دیگه همه حواسم خوب به مجلس شماست دیگه. مجلس من؟
اگه مجلس منه چرا پولش میره تو جیب شما؟ پدر جان اساسا تمام زحمت ها رو دارن ایشون میکشن، این پول نباید یواش بره کنج جیب ایشون؟ صحبت هایی میکنید و صدا تو به ما. اصلا کی به تو گفته این موقع شب اینجا باشی؟ نه تو خونه زندگی نداری؟ خب زندگی اینا دیگه، زنمه، زندگیمه. زنت؟ هر 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 خندیدم. بدبخت مفلوک، تو اگه عرضه داری یه دوزار جور کن دست زنتو بگی برو خونت، که از 24 ساعت 36 ساعت تو زندگی من ولو نباشی. تو چرا ساکتی؟ عزیز دردونه مامانم اینا، نکنه تو هم فکر میکنی مثل کوزت داری اینجا کار میکنی؟ آره؟ اصلا میدونی چیه بابا؟ من فکر میکنم ماما حق داشت که از شما جدا بشه بره کانادا بشه دایی منصور، به خاطر اینکه شما خیلی پدر بد اخلاقی هستید. من بد اخلاقم؟ بله. از امشب یه اخلاقی نشونتون بدم که حرز بکنم. چرا اینا قاطی کردن؟ چیه؟ باز حس مادری گل کرد؟ بابا دست از سری کچل ما بردار، بده یه 5 دقیقه نفس راحت بکشی. ولکن نیست نریز زنگ زن. راحت شدی؟ خودتو خسته نکن، فردا میریم حضوری قرار میذاریم. بابا آخه یا اشغالی یا کسی جواب نمیده. اونو ولش کن، مهم اینه که الان با مامانم راضی کنیم زنگ بزنه عمو صادق. این عمو صادق تو حالا چند سالشه؟ 111 سال عزیزم، ولی مشکل این نیست، مشکل اینه که 11 تا پسر و 3 تا دختر داره که چشم ازش بر نمیداره. این عموت میزون یه تیم فوتبال بچه داره، بیشتر یه تیم راگبی. البته مهم اینه که تهرون آوردنش با این 11 تا تی که مواظب بشن همش کار مامانم. فقط باید به بهانه کفیل بودن در رابطه با برادرزادش پاشو بکشونیم تهران. سلام. من از پس پسر عموت بر نمیام. تو که میدونی عمود بدون اونا جایی نمیره. مامان جون مگه از فیروزکوه تا اینجا چقدر راهه؟ شما زنگ بزنید ما خودمون بریم میاریمش. اون بنده خدا از من و شما سالمتره، بی خودی احساساتی شدین. حالا چه اشکالی داره که پیش خودمون باشه که خیالمون راحت تر باشه؟ ما که پیرتر از عمو صادق کسی رو نداریم پیش خودمون. به خاطر من مامان جون، تو رو روح آقا جون. ره صحرا ملو، ره صحرا ملو، در دل شب سیر مرا با خود ببر، مرا با خود ببر، تشبم دلیل در نزنیم یار من، بشنو عدیم سخن مرا بی من مرا دل به دریام مدن، من که سودا زده یه چشم سیاه تو هم، ره سهرا مرا در دل شب سیاه مرا با خود ببر، مرا با خود ببر، تشبم دلیل ره ندنیم یار من، بشنو عدیم سخن مرا بی من مرا دل به دریام مدن، من که سودا زده یه چشم سیاه تو هم. بیا بشین زن داداش، زحمت نکش. چه زحمتی؟ مهمون رحمته، بفرمایی. شادی، آقا پرویز پشت خطه، میگه همین الان بلنشون میان سالون. بگو تازه از راه رسیدیم، باشه واسه عصر. پشین بریم، من اصلا خسته نیستم. کجا؟ پیش همین تندیس خانم که الان پشت خطه دیگه. تندیس نه عمو جون، پرویز. بعدم لازم نیست شما به زحمت بیافتین، تا شما یه چرت بزنین من و فارسا جان میریم و برمیگردیم زود. من نیومدم اینجا چرت بزنم، اومده عروسی تتقاری داشتم را بندازم. سلام.
سلام علیکم. سلام. سلام. من این دختر خانومو تا به حال اینجا ندیده بودم. عمو جون نسیم خانم تو کارهای خونه به مامان کمک میکنن. این آقا پسر فامیلتونه؟ بله، عموی شادیه. آقا پسر، حالا اگه اجازه بدیم ما بریم به کارمون برسیم. حد زدم فامیل شاد خانم باشه. آقا بی شما نمیخوره اینطور فامیل جنترمن داشته باشی. افتخار میدید در خدمتتون یه پالوده بزنیم. بودوده اما جون نسرین خانم باید به مامان کمک کنم، مثل اینکه عروسی داریم. کار همیشه هست. بله فعلا بیا بریم با خانمو فالوده رو بزنه. فالوده بی فالوده، ما کار داریم، بیا بردم مال کارم. عمو جان یه دقیقه اینجا بشین، منو شادی میریم و زود برمیگردیم. شما چرا هی منو میپیچونید؟ منم میخوام بیام. نه عمو جون، آخه اینجا آرایشگاه عروسه، بعد اصلا من راه نمیدن. این نرقول مگه زنه که دنبال تو داره میاد؟ چیزه، من دامادم، داماد اونجا راه میدن، ولی همراه و یه ذره ایراد میگیرم. خب تو بشین تو ماشین، منو شادی جلدی میریم برمیگردیم. گوش نکردی مثل اینکه چی گفتم؟ ناسلامتی بنده دامادم نه شما. خب باش، چرا پوزشو برای من میدی؟ همچی میگه من دامادم، انگار ما داماد نبودیم. نه عمو جون، اصلا موضوع اینه که پارسا جان نگران آلودگی هوا هن که وقت قلبتون تاثیر منفی نذاره. نه اون گردورانه نزن اونجا خانم، اینا خاکیه. بابا صد بار گفتن تمیزش کنیم بعدم بذاریم. حواستون کجاست؟ اینا رو چرا وارو انداختی؟ دست ماشو کندی؟ چی سنجاد از من چی کار میکنه؟ بابا اینا رو جمع کنید. یه الان بیفته یه نفر بیاد چند تا بابا بیاد بس بیاد بس ما شاکی شده بعد از دلش در بیاد. تو یه کارو نیست خدا بکشم اینجا چمش میگه بردار. عمو جون تو رو خدا، تو رو خاک آقا جون بیایم پایین. عمو جون اصلا من اشتباه کردم، قدمتون سر چشمای من، بلند شین بیایم اصلا هر جا دوست داریم بیایم. تو حرف نزن نرقو. نره گول چی عمو جون، من قرار دامادتون بشم. باز دامادی تو به رخ من میکشی؟ شادی برای من یه ماشین بگیر برمیگردم پیروزکو. ای عمو جون شما به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، گفت اشتباه کردم که باید بگی غلط کردم. غلط کردم. تو غلط کردن احساس ندامت و پشیمونی نمیبینم. یه پاتو بگی بالا، یه پاتو ببر بالا، دوست دستم ببر بالا، بگو غلط کردم. عمو جون غلط کردم، غلط کردم. عمو جون اصلا غلط کردیم ما. به این روش میگن گربه رو دم حج میکشتن. بیاین پای قربونتون برم. حالا برید کنار، میخوام بپرم پایین. نه نه بابا صد بار گفتم شب کارتون تموم میشه ببرین تو آشپزخونه و تو بزنی. تو بردا برو دیگه، زود باش. سلام. سلام پدر سوگن گفتن. سلام. پدر ما اومدیم منت کشی. تمومی شد رو پریکارش باید پریکاره. سلام. سلام پدر جان، یادآوری کنم سوگن مجددا سلام کرد. پدر عزیزتر از جانم، من قول شرف بهتون میدم که اگر شما تشریف بردید خارج از کشور روزانه یک ساعت زنگ بزنم بهتون براتون آبقوره بگیرم. خوبه این دیگه حسودی نداره. من حسودی کردم؟ منو حسودی؟ بله بله.
بله همون دیشب بالش پرت کردین خورد به سرم. امروزم 5700 چکم برگشت خورد. آبروم رفت جلو مردم. با بالش زدین تو سر سام. خب تو چرا زودتر چی نگفتی؟ همچی آدمی نیستم. بابا من شوخی کردم. من جدی نزدم که ما همیشه با هم دیگه داریم شوخی میکنیم. پدر جان این چه جور شوخی کردنه؟ فکر نمیکنی با بالش بزنین تو سرش خنگ میشه؟ یا خدایی نکرده خدایی نکرده زبونم لاله همون لحظه عصه کنه جفت چشم شب شه. خب حالا آشتی دیگه. ای هره جاتم بزید دستین نره خود ای بی هیا پارساشون بلش کن یه بند خدا رو بابا زوری که بگه زن نمیدم شد نخواد بزید گرفتن خوش اومدی پارساشون سلام شدی خانم بابا یه کمک کن خدا دستین آشتری آی که پول مرده تو که میگفتی مردها رو راه نمیدن نفهمیدم کی گفته مردها رو راه نمیدن چیز خاصی نیست آه از اون آه. میگم آقا پرویز خوب چه شما هم هستی ها بله دیگه قراره تا آخر این هفته عروسی رو برگزار کنیم عروسی کی؟ خودمون دیگه خب مبارکه ببینم مطمئنین قرار نیست این دفعه کسی از فامیلتون فوت کنه انشالله نگاه کن تو رو خدا در ماشین باز شیشه پایین سویچ رو ماشین پارک مطلق ممنون واقعا لیاقت ماشین آیا ایمانی زحمت بکش مرکز یه ماشین بیاد انتقال بدن پارکینگ حالا چرا اینقدر با عجله بابا کار من رو پارسا دیگه داشت به اختلاف میکشید عزیز دلم شما دوتا که دیگه شاهد بودیم ما چند بار سالن گرفتیم کارت پخش کردیم که البته من این دفعه گفته بودم که خوشم نیست قبول نکرد حالا راستی دعواتون شد خودتو بذار جای من وقتی تا چهلومه یکی تموم نشد اون یکی میمیره چیکار باید بکنی البته من انتظارشو داشتم دیگه بالاخره عروسی آدم که وسط تقارن مریخ و زحل باشه همین میشه دیگه قربونت برم شوخی که نداری عجب شانس بعدی آوردید شما دوتا آره البته دو سه روز پیش استخاره کردم خوب اومد دیگه خدا بزرگه دیگه هم میگم حالا به جای این حرفا شما بی عکس این سفره های عقد رو نگاه کنید سفره مورد نظر رو سریعتر انتخاب کنید عزیزم من میگم نمیخواد چون همین که آماده است بنفشم رنگ این ماه همه خیالم راحت تر دست در نکن زودتر بگی مره دیگه پارسا جون بالاخره نگفتی تا این عمو صادق اینجاست بگو ببینم مراسم عقد رو میخوای تو سالن بگیری یا تو خونه غلط میکنه تو خونه بگیره همه چی باشه شیک و عیونی باشه مادر زنم دوست داره عروسی تو خونه خودش برگزار بشه به خاطر شادی روح آقا جون میگه چی میگه؟ اگر شادی روح برادر من میخواید به حرف من گوش کن پرویز جون به حرف من گوش بده عروسی ما که از این عروسی های معمولی نیست که قضیه ما فرق میکنه ما باید زودتر عروسی رو برگزار کنیم و سلامت این آقا میخواد همه چیز مفت و مجانی تموم کنه اینکه نشد به حرف من گوش کن بهترین شام بهترین پذیرایی رو برای برادرزاده من ردیف کن ایشون هم غلط میکنه که بگه نه غلط میکنه بله حرف عمو صادق رو گوش کن عزیزم بزرگتر بابا به خدا موضوع پولش نیست آقا اصلا هرچی عمو صادق میگه تدارک ببینیم فقط زود و سریع چیکارش داری بابا زمین بیشتر رو آقا نبر نبر بابا نبر بابا نبر بابا نبر بابا نبر بابا نبر بابا نبر آقا جون مادرت نبر کجا میبری؟ بنده مادر ما بشه داده به شما بابا جون بچه هات بگو بیارنش پایین تو رو خدا بنده مجردم بچه هم ندارم ایوال پس این خودم یه حرف همو میفهمی من فقط اومده بودم اینجا برم سالن عروسیمو بگیرم جمعه آخه عروسیمه برو خدا رو شکر کن پلیس داره ماشینتو میبره اگه دوز برده بود که عروسیت با بیدا میشد در ماشین باش سویت رو ماشین پارک مطلق ممنوع پارک کردی؟ این باید درش که سوار شد لیاقت ماشین سوار شدن نداره وقتی ماشینت خوابید یاد میگیری توی طرح زوجه فرد نیای زیر تابلوی پارک مطلق ممنوع پارک نکنی خک بر سره راضی به زحمت شما نبودیم یه زنگ میزدی آژانس خودمون رفته بود پولی که میخواستی بدی آژانس بکره خب بده به من آها
از اون لحاظ نوکرتم هستم. میبینم که عموزاده خوب به خودش خوش میگذرونه. دکتر جسدود دارم. بله، ولی عمو جون باید قول بدن دقیقاً بعد از خوردن اون ذرتون آلوشه ها رو میل نکنن. بابا ولش کنیم پیرمرد حالشو بکنه. با یه ذرت که عمو جون نمیمیره. نه خب بالا کجا بری؟ بقیقا نه خیره، عمو جان اول میذاریم خونه، بعدش ما یک خورده خرید عروسی داریم اگه اجازه بدیم. من هر وقت اومدم تهرون به سلام حرف خواستم همون بردم. میریم بقیقا باقی وحش بی باقی وحش ده ها؟ نگهدار میخوام پیاده شم. ابا؟ گفتم نگهدار پیاده میشم. گفتم نگهدار پیاده میشم. خیلی خوب کجا داری میری؟ نه رو کجا داری میری؟ امو کجا داری میری؟ ای بابا امو وایسا دارم میرم ترمینال برگردم پیروزکو. امو جان باقی وحش رفتن تو سن و سال شما عیبه بابا. یه وقت پلنگی گرازی شیری خربازی در میاره بهت حمله میکنه، هیچ وقت عروسی منه بدبخت چی میشه؟ باقی وحش رفتن من چه دخلی به عروسی شما داره؟ هیچ ربطی نداره عمو جون، شما که منو میشناسین. من تحقیق کردم دیدم شما گاو، یعنی سال گاوی، و واسه متولدین این سال اصلا خوب نیست روزای فرد برن باقی وحش. به خدا پس بریم سینما 2000 همون جایی که گاوه آدمو با شاخش میزنه. ای بابا آخه چه کاریه بابا، یهو گاوه با شاخش میزنه بهت دیگه حالا هیچی. خنگ خدا فیلمه، واقعی که نیست. بابا من میفهمم فیلمه، شما میفهمی فیلمه، گاوه که نمیفهمه فیلمه. قربونت برم. بله حالا که منو نمیبرید پارک، من رفتم ترمینال. به سلامت عمو جون. فکر این حالا قهر کنی ما میبرم تو پارک. این بابا هیجان این بازی خیلی زیاده، وقتی تو قلبش تاثیر منفی نذاره. خب اگه میبینه هیجان براش خطر داره خب نذاریم بازی کنه. ای بابا مگه کسی حریف این میشه؟ من میترسم بهش حرف بزنم یهو بره یه جای شهر چیز دیگه ای درست کنه. یه چیزی بهتون بگم ها، نیست شما درست موقع ارزتون یه نفر فوت کرده حساس شدین، وگرنه این آدمی که من میبینم از دیوار راست آه بایزتون بالا میره. آره ماشاءالله، ولی کار از محکم کاری عیب نمی کنه. راستشو بخواید من دیشب یه خوابی دیدم، خیلی نگران شدم، الان نمیخواد بگم. اگه بدونی همون پرویز چجوری عروسی منه بدبخت 40 روز عقب افتاده، تو هم مثل من حساس میشد. اولش با مردن عموی خدا بیامرز من، اونم با افتادن از درخت گردو شروع شد. درخت گردو خیلی وسوسه انگیزه، خود من هر وقت میرم دهاتمون همش بالای درختم، عین میمون چیک چیک از این درخت رو داره، از این درخت خیلی خوش میگذره. ای کاش رفته بود بالای درخت گردو بچینه، رفته بود بالای درخت نف بکنه تو لونه زنبورا. دایی خدا بیامرز منو چی میگی؟ بدبخت مینما خوابیده بود تو مزرعه‌شا، گاوه اومد صاف از روی رد شد. البته من خواب اینم دیده بودم، اما به همه هم گفتم طبق من بود هیچکی بهم توجه نکرد. بابا هر دوشون کشکی مردن به بله. نسرین خانم یه دقیقه اون موبایل بذار کنار، هزار تا کار داریم، تو پول میگیری مثلا کمک دست من باشی؟ عزیزم آشپزخانه که تمامه، این کلکل اسمیس را انداخته، بذار روی اینو کم کنم بعدم بیام اتاق بزرایه. ما جمعه اخ کنون داریم، بذار کنار این موبایلو. راستی گفتی اخ کنون؟ این خانمی شما چقدر با کلاسه؟ تو چی دیدیش؟ دم در دیدم، تازه از منم دعوت کرده، گفته بیا بریم کافه شاپ اونجا فالوده بزنیم، فالوده نازونه. پناور خدا از زبون که کم نمیاری، بیا سر اون نردبون نگهدار من برم پرده رو واکنم، تو هم شیشه رو پاک کن. بذار یه جواب توپ به این بدم بعدم بیام پرده ها رو کمک کنم تا ادعاش نشه. از دست تو. اینجوری که پیش میره شما دوتا سر کارین، من دیگه با عزتون باید برم. پارسا میگم تمام پرویز برو، اون پولی که از حق دوست طلب داره بگیر بده واسه بعدی عروسی.
حادی جون من عمرن روم نمیشه. اونو فامیله شما. سر قبر عمه خدا بیامرزت همین کارو کردی ها. بابا من چه این وسط؟ اصلا نفر بابا میمونه بابوزه بابا صادق باشه یا نه؟ الهی قربونت برم. بابا سپاس کن. تو که انقدر بامرامی، انقدر باحالی، یه لطفی در حق من بکن. عمو صادق تو حواسش به بازی شد، تو مواظبش باش، من و خانمم بریم و برگردیم سریع. عمرن اصلا حرفشم نزن، من مسئولیت رو قبول نمی کنم. اینم که آوردم رسوندمت به خاطر مسئله مالی نبود. دیدم شب عروسی پلیس ماشین تو گرفته، دلم سوخت. بس سلام. الهی فدا، الهی قربونت برم. فکر کن داری برای پسرت میکنی. من پسر ندارم. خب من جای دخترتون. اما پرویز من جبران میکنم. خجالت بکش، من کی تا حالا از تو پول گرفتم؟ داری به من رشوه میدی؟ بشکن این دست که نمک نداره. از تو انتظار نداشتم. چقدری هست؟ اندازه پول شیرینی بچه ها. قربونت برم. پس غیر از مجلس شام و نمیدونم میوه، اون عکاسی و فیلمبرداری هم به ما بده که لاغه برای من بیچارم بسرفه. چشم، هرچی شما بده. گفت چشم، چشم. فدات شم. شادی خانم، پک کارت عروسی و ماشی چی میشه؟ آقا اونم میدیم به شما، قربونت برم. حله؟ خیلی خوب، دیگه نمیخواد اینقدر صورت من تخم مالون کنی. بفرما بری، خیالتون راحت باشه، من ترتیب همه کار رو میدم. بفرما. خیلی گلی. مرغ درسته به وزن 1500 گرم، مرغ آغشته به روغن، زعفران و نمک را داخل سیخ مربوط به مرغ قرار دهید. زن بلنش اون ماسمس حقا رو بنداز اومر بیاین نردفون رو نگرداد، لق میزنه میفتم زمین. چش روش کم شده دیگه، سمس نمیده. پاشو پاشو این شیشه رو پاکن، خوب برق بیفته ها. بهتر نبود اخ کنون رو به سالم منداختی؟ دوست داشتم اخ کنون شادی تو خونه پدرش باشه. باباش خدا بیامرز خیلی دوست داشت اونو تو لباس عروسی ببینه. روش کم نمیشه که. این کارو بکنید دیگه ددر نمیبرمت عمو جون. میگم دو تا جعبه شیرینی گرفتم، گفتم یکیشو بدیم پرویز، امروز خیلی زحمت کشید. خوب کردی. نمیدونم چرا هرچی مامانه میگیرم جواب نمیده. خب چرا رفته خرید؟ نه بابا، نسرین خانم پیششه، رفته کمک. نسرین خانم یکی باید اون پیرزن این منو برکنه. اینجوری مامانه آوردیم یه چیزی گیرش بیاد دیگه، الان که کمکی از دستش بر نمیاد. تکون نمیتونی بخوری. بله مثل که به مادام موسیو خیلی داره خوش میگذره. به به گلنه آقا پرویز، هشتی
عمو صادق چطوره؟ کم مونده آستینا رو بده بالا و مارم بخوره. داره پیتزا میذاره تو رگ. بابا مواظب باش یه وقت برش بد نباشه. نه بابا اگه ناراحتی زودتر خودتو برسون تا سومی رو سفارش نده. خدافظ خدافظ. قربونت خدافظ. بس که خیلی گشتت داره. من عاشق پیتزام. پسرام هر موقع از ده منو میارن تهرون صبحونم به این پیتزا میدن. زودتر غذاتو بخور، عروس و داماد دارن میان دنبالت. کله اون دوتا رو میکوبیم سخت، میخوام بریم درکه با هم یه قلیون توپل بکشیم. بپا نجه تو گلوت همون. بابا زودتر پیتزاتو بخور، باید بریم خونه. من دستویی دارم. چرا گیری کردیم ها؟ آقای دکتر چی کار کردین؟ کشتینش؟ شما از سه طبقه پرتش کردید پایین، به من میگید کشتیدش؟ خدا میدونه خودش از نوردوان افتاده مرده. خدا رو شکر خودش سالمه، بس بچهش ما نتونستیم کاری انجام بدیم. بچه؟ بله. الان نسری خانم کجایی؟ بیمارستان؟ کسی مرده؟ مامانم. بله خانم دکتر الان میاد. مامان من کجاست؟ مامان شما کی هست؟ بابا همون خانمی که از بلندی افتاده، اورژانس گفت آوردنش همین بیمارستان. خدا رو شکر کن که خودش سالمه. خدا رو شکر. دکترها واسه زنده نگه داشتن بچه‌ش هم خیلی تلاش کردن، اما عمرش به دنیا نبود. بچه؟ سلام. علیکی سلام خانمه کو. تو چرا گیر دادی به خانمو؟ مادر کجاست؟ تسلیت عرض میکنم. ها؟ مامانم مرد. مامانت که سالمه، تفلک داداشه. این که مامان نیست. پس مامانم کو. مامانم کو. بریم وجدانه میخوام ببینم این رسم مردونگی، این رسم لوتیگری، نالوتی. به جون پرویز بعد گیر افتادم، مادرزنم آوردم بیمارستان، اصلا بخاطر همین اومدم اینجا. خوبه خوبه رو کراس بگو رفته بودم دنبال کارا، ما که حرفی نداریم. چلمنگ، من پولش ازت میگیرم. بی خدا داری اشتباه میکنی، مادرزنم از نردبون افتاده، تازه خدا خیلی بهش رحم کرد. بس ما علکی داریم از این پیری مراقبت میکنی؟ اولش با یکی دیگه اشتباه گرفته بودنش گوشت تنم آب کردن. ببینم خانمه توی نه خیل. حالا هم افتاده چی در حال راه رفتن رو اعصاب من بدبخت نکن بابا جون. دست ندارم صحبت میکنم، عجب گیری کردی ما. چی کار میکنی؟ میایی ببریش یا خودم بیارمش خونه؟ نکن. ولی صدای خانمه من از صدا شناختم شما قایم میکنی از ما. نه خیل. نه خیل. یه نمیای؟ نه بابا با تو نیستم. ببین شما یه زحمت بکش بیارش خونه که دیگه اینجوری عالی میشه. منم اونجا خدمت در میارم. خیلی خوب، آدرس رو اسمس کن، میام در خونه تحویلش میدم این عتیقه رو. باش. کار نداری؟ خدافظ. عتیقه عمه چه؟ عمه جفتمونه، خوب شو؟ چرا اینو لاک پوش رانندگی میکنی؟ گاز بده. رعایت حال تو رو میکنم پیرم. پیرم من باباته. من تو ویروسکو با گاری لایی میکشم. من هم تو رفتم میترسونی. کمربند تو ببن الان نشونت میدم. کمربندم بستم، نگاه کن سفته سفته، نگاه کن. بابا کمربند ایمنی رو نگم، نه تناب دول شلواره. ببینم ماشین صاب نداره. صابون؟ صاب بوفر، الان به فرخونم صاب بوفر میبندم. منظورت از صاب بوفر باربنده؟ منظورم همون صابونه. بل کن بابا گاز بده. میترسم سکته بزنی پیر مرد، وگرنه این ماشین سوخته جد داره، پرواز میکنه. پرواز کن ببینم که کم میاره. اشارهش کنی صدا با تصویر میاد.
دیدی که هم آوردی پیرمرد، دیدی گوگوری اه. از بس شیطونی کرد و آتیش سوزون خوابش برد. چرا الو بفرما. الو چیه چول مهمکی زنگ تلفنه؟ پرویزم در باز کن. چاکرم و پرویز، چنقدر دیر کردیم؟ با عمو ساده رفته بودیم دور دور. حالا چرا نمیای تو؟ دم در که خیلی بده. اولا در باز نشد، خرابه. دومن من باید برم دنبال مقدمات عروسی جناب عالی. سومن این عمو صادق بیچاره تو ماشین خوابش برده، بیا بغلش کن ببریمش تو. بفرم بفرم. سلام عمو جون. باشه پیره مرد رسیدیم. فاشه خودتو لوس نکن. فاشه دیگه. خدا خیرت بده. خوابش کردی؟ مونده بودم چجوری تا صبح باش سر کنه. فابریک این روز اول شاعر میگه میازار موری که دانکش هست، که جان دارد و جان شیرین خوش هست. چه ربطی داشت؟ ربط نداره؟ آها من این شعر که میخونم یاد یکی میفتم، میگه تن آدمی شریف از به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشانه. این منظورم بود این شعره. من میگم یه باره پرویز جون بگو بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. خیلی خوب بس ساله دیگه مشاعره نمیخواد برام شروع کنی. بلند شو اینو بغلش کن بری تو، کلی کار داریم. زود باش عمو ساده. عمو ساده باشه، منم نرقول. عمو ساده آه بلند شما که نمیتونم تو رو بغلت کنم. پاشو عمو ساده. بابا تو که بغلی نبودی، بلند شو. پاشو عمو ساده. بابا پاشو دیگه، بلند شو. چیکار کردی با عمو ساده؟ این که مرده. مرده؟ ببین ما خودمون میام تو، خب تو نیای بیرون ها، ما میام تو الان. چی کار داری میکنی؟ بابا اگه شادی عموسو یعنی جسد عموسو رو ببینه چی بابا سکته میزنه. من میگم بریم تو آبا که از آسیا افتاد، برگردیم تو آسیا. تو آسیا؟ بابا یعنی برگردیم بیرون. گیر دادی خوب. برو ببینم. جورج پولیدو خود پیکه کلانی که از مدافعین ارزشمند تیم ملی اسپانیا هست. خیلی خوش اومدید. این دور از رقابت‌ها از تیم جوان اسپانیا بازی کرد. بفرم خواهش میکنم. دختر جان این چای پر رنگ من نمیخورم عزیزم. راسته عمو صادق کو؟ هیچی، هر کارش کردیم نایمد تو که نشسته تو ماشین. برای چی؟ گیر داده بود به ضبط ماشین، من یه نوار گذاشتم براش گوش کنه، حال کنه. تا شما چایتون رو بخورین من برم عمو صادق بیارم. نه بابا. میخوای من برم؟ نه خدا خواهش میکنم شادی خانم. میخوای من برم؟ نه بابا چه کاریه. نه گفتم نه. استراحت کن حاج خانم. برای چی؟ من میترسم شما برین یه موقع عمو صادق فکر کنه من از اون خصاصت شما رو آخه میدونی احساسی ناراحت میشه. آره دلخور میشه از ما. خدا واقعا از پدری کمتون نکنه، انقدر در حق ما لطف کردین که انشالله تو عروسی دختر گلتون جبران میکنم. انشالله عروسی خودتون. یعنی میشه؟ میگم چطوره که دوباره عمو صادق رو ببریم بیرون یه دوری بزنیم؟ چطوره؟ خوبه خوبه. تا شما ماشین روشن کنیم منم آماده بشم. نه بشه سر جات. چی مگه؟ فکر نکنم دیگه، یه خورده دیر وقته، ایشون هم کلی کار دارن و اینا. میخوای؟ نه بابا سر شبت، تازه بالا سر هاش خانم هم هرچی خلوتتر باشه بهتر. آقا تکلیف من روشن کنی آماده بشم یا شما هیچ جا نمیری؟ مگه نمیبینی ماما مریضه؟ اینقدر ناراحتی؟
اه پس چرا وایستادی؟ مثل این که واقعی واقعی مردم. ای کاش همون موقع اورژانس خبر میکردیم، باز جای امیدی بود. تو هم دلت خوش ها، اگه نمیبینی نفس نمیکشه چه امید؟ بالاخره که چی؟ یه دکتر باید بیاد گوه یه فوت صادر بکنه یا نه؟ گوه یه فوت واسه چی؟ میگه گوه یه فوت واسه چی؟ بابا پس فردا میخوای دفنش کنی یا نه؟ باید گوه یه فوت داشته باشه دیگه. بابا کی خواست دفنش کنه؟ زده به سره؟ نکنه مثل ژاپنی هم میخوای بندش تو تنور؟ مثل اینکه یادت رفته جمعه عروسی منه ها؟ خوب شد گفتی، باز عروسیت که به هم خورد. عمرن اگه بذارم این دفعه عروسیم به هم بخوره. میخوای چیکار کنی؟ حالا فعلا بشین بریم، زودتر از اینجا دور شیم. حالا درست بگو ببینم چی شده. تا نیم ساعت قبل از که برسیم خونه سالم بودم. گیر داده بود چرا ماشینت بوفه نداره، صابون نداره، چرا گاز نمیدی؟ تو هم گازشو گرفتی رفتی؟ فکر قلب 111 ساله این پیرمرد رو کردی؟ به جون سامی خودش پاپی شد و من کاری به کارش نداشتم. داخل لعنت به این شانس، هر سری باید شب عروسی من یکی از اقواممون فوت کنه. حالا با این جسد چیکار کنیم؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ یه چی؟ نگرش میداریم تو عروسی من برگزار شه. خب بعدش چی؟ بعدش میگیم آقا سکته کرده مرده، جوون مرگ که نشده، 111 سالش این پیره من. پارسشو امشب پنجشنبه شبه، فکرشو کردی تا فرشب چجوری نگهش داری؟ ببینم پرویز، اگه این دفعه عروسی ما برگزار نشه شادی منو ول کرده رفته. مگه دوست نداره؟ چرا باید این کارو بکنه آخه؟ به هزار و یک دلیل. اولش این که اصلا قسمت نیست عروسی ما برگزار شه. چرا؟ چون هر سری داره یه مانع سر راهمون سبز میشه. دومی که اصلا عروسی ما خوشیوم نیست. چرا؟ چون هر سری داره یکی از فامیلامون میمیره. دلیل داره. رابیا رابیا فریم همینجوری باید جسد افتادین تو خیابون. دخترم بابا صادق کفش کوکه؟ بله بنده خدمت اون 10 تا برادر محترمتون هم توضیح دادم حالشون خوبه، کیفشون کوکه، خیلی هم خوشحالن. الانم با پارسا رفتن گردش. خب ما یازده تا پسراش یه باره با هم نگران. کار شما سا چی میدونم از دارم که با نگاه میکنن اونا هم از نگرانی در بیان. حالا نمیشه شما 10 تای اون سه نفری هم از نگرانی در بیارین؟ نه نمیشه. راستی قبل از اینکه گوشی رو بدم خواهرام خواستم خبر بدم ما فردا راه میافتیم میایم تهران واسه عروسی. تشریف بیارین قدمتون سر چشم. دخترمو جان سلام، بابا صادق چطوره، حالش خوبه؟ پارسا جون بابا اینجوری روح این مرحوم عذاب میکشه، از همه مهمتر جسد بو میگیره. ما نگران اونش نباش، فکرشو کردم میذاریمش تو یخچال. تو یخچال؟ آره دیگه، اون تو هم خنک میمونه هم بو نمیگیره. آی کیو آوردم اینجا تو هوای تازه که اون سلولهای ساب مرده مغزت کار بکنه. این پیشنهادو بهم بدی؟ آخه ما اینجا یخچال از کجا گیر بیاریم؟ ای بابا اینجا یخچال نداریم، تو خونه تو که یخچال هست. نفهمیدم جسد عموی همسر جنابالی توی یخچال خونه من؟ بابا خیلی رو داری، خیلی. اگه ببریمش خونه ما که مادر و پدرم، اگه ببریمش خونه شادی اینا که زن و مادر زنم فهمیدن همه چیو، عروسی منو بدبختم به هم میخوره. پس این جنازه رو باید ببریم یه جایی که هیچ که خبردار نشه دیگه. بابا عجب غلطی کردیم، اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. یکی نیست به ما بگه آخه تو سر پیازی ته پیازی، آخه به تو چه؟ تو همه پیازی. مثل که یادت رفته جنازه عمو صادق تو ماشین کی پیدا شد. نفهمیدم چه ربطی داره با تو؟ هم گفتم چه ربطی داره. تو فکر نمی کنی این موضوع یکم مشکوکه؟ اینقدر با این زیر و رو کشیدن ها چک منو دوبرابر نکن. یعنی میخوای بگی مرگ عمو صادق تقصیر منه؟ بعید نیست، اما این قضیه بعدا تو پزشکی قانونی معلوم میشه. موضوع مهم الان اینه که عروسی من برگزار بشه.
وایسا بینم دخترم. شما دیگه کدومی؟ من که الان با 14 تاتون حرف زدم. من یوزارسیف بابام هستم عزیز دردونه. بله جناب یوزارسیف خان، حتما میخواین از طرف زلیخا خانم حال باباتون رو جویاشین. نه خواستم اگه بابا صادق برگشت یه زحمتی بکشین یه تماسی با ما بگیریم که 14 تایی با خودش هم حرف بزنیم و یعنی خوابمون نمیبره. شما که میدونستین تا صداشو نشنوی خوابتون نمیبره، نمیشه قبل از اینکه من با 14 نفر حرف بزنم اینو بهم بگین؟ نه نمیشه. الی من قربون شماها برم که اینقدر منطقی با مسائل برخورد میکنی. من با برم، کاری نداری فعلا، خدافظی. بیا برو جمع کن اقلا. خودت گرفتی خودت، هم برو جمع کن. یه لیوان آب پرتقال بیار من اینجا بخورم. چاش تقدیم میکنم. بچه وایسادی، تو داری به من تهمت قدر میزنی؟ خسته نباشی، از اون بالا تا اینجا داشتی فکر میکردی که بپرسی؟ جواب منو بده. تو میخوای بگی عمو صادقو من کشتم؟ من کی همچین حرفی زدم؟ اه من غلط بکنم؟ من فقط بهت گفتم این ماجرا یکم مشکوکه. همین اتفاقی افتاده؟ خیر قربان. سلام قربان. سلام، خسته نباشید. خوبی؟ مدارک ماشینتون لطف کنید. چشم. خونه ما تو این محل از اتفاقی افتاده؟ تشریف بیارین صندوقتون هم واکنه. چشم قربان. بفرمایید شما. بفرمایید خواهش. بفرمایید. جانسان آخه شما چقدر زحمت میکشین، چقدر فداکاری میکنی؟ مگه به شما چقدر حقوق میدن؟ ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. حالا شما واسه چی داشتین دعوا میکردین؟ دعوا؟ بابا همش تقصیر این نامرده. این داماد منه، هنوز سالگر ازدواج نشده رفته رو سر دختر من هوا آورده. جناب سروان دروغ میگه، منو با همکارم دیده، میگه شلوارت دوتا شده. هم جناب سروان، اونی که عقبه کیه؟ مادرمه. که مرده؟ یعنی در اصل پدرمه جناب سروان. میدونی ما آخر از بچگی مادرمون از دست دادیم. اینه که به پدرمون هم میگیم مامانی، هم میگیم بابایی، مامان جونم میگیم. از وقت جناب سروان تو رو به درجه هاتون قسم، منو به خودتون ببرین. اگه منو با این تنها بذارین این منو میکشه. ایشون هم چیکاری نمیکنه، شما هم خواستین بریم بیرون با همکارای مردتون برین. چشم. یاد بگیرین مشکلات خانوادگیتون رو تو وسط خیابون حل نکنین، تو خونه حل کنین. بفهمید نه مدارکی؟ دست شما درد نکنه. بفهم، میتونید داشی ببرید. بفهم منم بنده باشید. ببخشید گوشه. من زرد میخوام قربون شما چاکر. فرسا جون بیا حقیقت رو به زنت بگو. من نمیتونم چیزی از دخترم پنهون کنم بابا. اینا شیطون رو درز میدن، حریفشون نمیشم. چرا نمیخوای تو بفهمی؟ ای بابا اون الان قطعا خوابن، تو امشب بذارش توی یخچال، فردا رو یه کارش میکنیم. خوبه؟
کیه رو کولتون؟ عمو صادقه دیگه. این که عمو شادیه. مگه من گفتم عموی منه؟ خب اینجا چی کار میکنه؟ برای چی رو کول شماست؟ ها؟ برده بودمش گردش دیگه تو راه از خستگی خوابش برد. آخه تفلک چه خواب سنگینی هم داره. اصلا اینجا الان بمبم منفجر کنیم اصلا یعنی جسد هم. پس چرا بردیم پیش بردرزادش؟ بابا منم داشتم همین کاره میکردم دیگه. بهتر نبود میبردینش بعد میومدین اینجا؟ نیچی تو ببن. دلم شور زد، گفتم یه سری خونه بزنم بعدن برم، نگو تولدم بوده و خودم خبر نداشتم. اتفاقا مامان دیشب زنگ زد که تولدتون رو تبریک بگه، ولی ما گفتیم بهتون نگیم تا امشب سورپرایزتون کنیم. ببین دخترم، من برای یه سال سورپرایز شدم. به جون مامان جدی میگم، فقط من الان باید برم واجزه. خب پس یه لحظه صبر کنیم، منم باهاتون میام که برمیگردیم این ادامه این سورپرایز تولد اینطوری میریزیم رو هم. حالا سر جات هستا، تکون نخور. شما بچه ها شامو بکشین، من این مرحومو به خانوادهش تحویل دادم و برگشت. مرحوم؟ مرحوم من گفتم. بله که توی کتک نخوری روز شب نمیشه. من گفتم مرحوم. بله ما شنیدیم شما گفتین مرحوم. ما شنیدیم گفتین مرحوم. دخترم من مرزونم محروم بود، نه مرحوم. من رفتم. ما بیدار میمونیم تا برگردین. نه 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 اصلا شما بخوابین، من میرم فردا تولد. باشه من رفتم. نه نه حالا نمیشه بخوابین فردا با خیال راحت تولد بگیری؟ نه گوش کن دخترم، یه دقیقه بگو سام بیاد با این کارش داره. نمیدونی چقدر عاشق عمو صادق شده بودن، اصلا انگار 100 سال بود میشناختنش. ولی کاش آورده بودیش همینجا. بابا اون دوتا دختر دم بخت داره. دختراش هم عاشق شیطونی عمو صادق شده بودن، اصلا اونو بیشتر از پرویز اصرار داشتم اون پیششون بمونه. اتفاقا بچه های عمو سر شب زنگ زده بودن اینجا. واس چی؟ خواستن حالشو بپرسن. با 14 تاشون تک به تک حرف زدم. مگه اتفاق خاصی پیش اومده بود؟ تا صدای باباشون رو نشنون خوابشون نمیبره. خب یه شب نشنون. منم همینو گفتم. گفتم شما که فردا دارین میان اینجا. حالا یه شب شما دارین میان اینجا. چی شد؟ الان بعد کجا بریم؟ خونه تو. خونه شما سمت خونه منه؟ نه خیر. خب برای چی داریم میریم سمت خونه من؟ به خاطر که باید تو خونه شما بذارمش. کی؟ عمو صادق؟ واسه چی خونه من؟ کور بودی جلو دخترم نتونستم بذارمش تو یخچال؟ خب باید برم از یخچال صاب مرده شما استفاده کنم دیگه. شما ساعت دوازده شب به بعد تازه اون روند میشی اونی که من میخوام، اونی که قولش دادی. مگه کیکه؟ خندیدم. تو کی میخوای آدم بشی؟ کی میخوای بفهمی؟ بابا اگه نظریم تو یخچال بو میگیره. چی بو میگیره؟ بمیری، خفه بشی، جسد دیگه. جسد؟ ما
مردم بابا، مگه خونتون طبقه چندمه؟ هفتم بوده درجه. میخوای با آسانسور؟ آسانسور هست. آسانسور؟ بله. مگه آسانسور داری؟ بله. میگم اصلا میگم بله با آسانسور مرز. بله با زهر مار میمرده. اینو زودتر میگفتی من مردم. من مهران رو سرم آبار شد تا اینجا. شما پدر جون اومدی چپ، گفتم صلاح خیری در کاره اینه، حالا میخوام با آسانسور برم، شما بقیه رو تموم کنین دیگه. فقط از من فاصله بگیر و الا دیگه بزرگه. گروتو کن، گروتو کن، نیشه تو ببر. آی کمرم مردم بابا. کدوم قبرستونی؟ بیا کمک. کجایی؟ مثل که شما دل نمیده به حرفای منو. من پایین گفتم من مرده میترسم، دیگه یاداوریش هم من اذیت میکنه. سری نشینه میگیرم رد کنیم بره قضیه رو. فیشت خاک تو اون سر ترسود بکنم. تنهایی چجوری اینجا زندگی میکنی؟ مثل که حواستون نیست من اونجا با شما زندگی میکنم. ما اقلا 8-9 سال خودتون بزرگم کردین ها. اینجا مگر باشم همه چراغا رو روشن میذارم. اینجوری میخوای زن بری کنی ها؟ خب وقتی که سوگم باشه دیگه تنها نیستم که بترسم که. دوزار بده آش به همین خیال با نیشه تو ببر. خاک بر سرت کنم. ببینم خیر سرمون دوماد گرفتی. درو بکن. کلیت در از من اینجا سایی من دسترسی نبود، لازم داشتی؟ این کلیت پسکن میشه. ترسو برو سندلیه به کمرو شکست زود باش. آی کمرم کمک کن، کجا گذاشتی نیفته؟ آی بای بای چه تاریک اینجا. چراغ رو چرا روشن نمی کنی؟ قطعه پدر جون. چی قطعه؟ برق قطعه دیگه. چند بار یادآوری کردم این فیش برق رو ببریم بدیم، به شما گفتم، به سوگن گفتم، به سوگل گفتم، ای سوسی ای پشت گوش انداختن. عین قضیه چه که پیام شد هفته پیش قرار پاس کنید نکردین، آبروم جلو رفیقم رفت. گفتی طبقه چندم زندگی میکنی؟ پدر جون طبقه هفت توهم زدین ها. تا حالا از طبقه هفتم پرت شدی پایین؟ نه پیش نیومده. بلایی سرت میارم که با پای خودت بپری پایین. دیونه ی احمق بی خود نیست این خانم، از صبح تا شب این همه فحش میخوره. نکن اینقدر صدا اینو در نیار. خب شاید از شبکه خارج کرده باشه. اگه از شبکه خارج کرده باشه که من از همون طبقه هفتم به خونه‌شون آویزونش میکنم. الو بفرم. باز میگه الو. بابا بیا دم در، اوضاع خرابه. اوضاع کی خراب نیست آقا جون، خدا بده. قد کرد. چطه آقا جون؟ نصف شب چه وقت گدای کردنه؟ گدا چیه شادی خانم؟ من پرویزم. میشه به آقا پارسا بگی تو کپا بیاد نمه در؟ ای با شما این اتفاقی واسه عمو صادق افتاده؟ نه 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 چیزیش نیست، عمو صادق سرمو رو گنده تو ماشین خوابیده. نه بابا این الکی داری میگه، عمو صادق خوابیده بود یهو از خواب پرید. عرشت حضورت که دیگه سراغ پارسا رو گیره. من گفتم بیام اینجا پارسا رو وردارم ببرم پیش عمو صادق لالای بخونه، عمو صادق خوابش ببره. همین باز چی شده؟ آقا جان من نتونستم این جسد رو جاسازیش کنم، بعد از اینم هیچ مسئولیتی در قبال تو
نه عموی خانمت و نه عروسیتون دارم. تموم شد. بابا پای من از این قضیه بکشین بیرون. من به چه زبونی بهتون بگم؟ خیر سرتون خرم از خورگی دوم نه داک. ابو صادق مرد. ایشون فوت کردن. چرا انقدر بیتابی میکنی؟ اتفاقیه که افتاده. همین اتفاقیه که افتاده. هیچ بکردی جواب چهارده تو بچه‌شو چی باید بدیم؟ جوون مرگ که نشد عزیز دلم، سکته کرده مرد. تقصیر من تو چیه مثلا؟ تقصیر ما چی بوده؟ تقصیر ما اینه که این ازدواج شومه. خدا نمیخواد ما با هم عروسی کنیم. حالا هر چقدر ما تلاش کنیم، اولیش اتفاقی بود، دومیش اتفاقی بود، ابو صادق هم دیگه اتفاقیه. دلت خنک شد؟ ابو صادق به قول خودت از دیوار صاف بالا میرفت. حالا جسدش که آوردی هیچ، زندگی منم داری متلاشی میکنی. چرا بعد بیرا میگی؟ تو شومی یکی کیفک فامیلاتون رو داری میفرستی تو باقالیا، بعد به پدر زن من گیر میدی؟ حرف نزن بابا، کی شومه؟ تو اینه من شومه؟ من شومه؟ بابا چی؟ این بابا پاسر! این بدبختی چی کنه؟ چه گناه کردم پاسده ما شدن این بسر؟ من این حرف هاریم نیست، عروسی من باید برگزار بشه که میشه. من ثابت میکنم که شوم نیستم. مثل که حالیت نیستی جسد رو دستمونه ها؟ بابا ما میدونیم اون جسده، جز ما که کسی نمیدونه. چی داری میگی؟ مگه میشه جسد به این بزرگی رو از کسی پنهون کرد؟ نه بابا نمیشه. حداقل تا بعد عروسی میشه. من قول میدم که میشه. بچه‌هاش چی؟ جوون نانو میخوای چی بدی؟ اگه این موضوع بین ما چهار تا همینجا چال بشه، من به شما قول میدم. قول میدم یه نقشه پیاده کنم که نه تنها بچهای عمو صادق، حتی خود شما از فوت عمو صادق باخبر نشید. فقط تا روز عروسی. اومدن خیر سرشون. آخ آخ با این عروسیشون. عجب غلطی کردم من داماد این خانواده شدم. آقا جونم حلال، مهرم آزاد. با چه زبونی میگم من مرده میترسم؟ دوچار توهم شده. چه مرده که تکون نمیخوره که. بیام تو اون وقت تو داری جیب میزنی؟ شما در چجوری با کردی؟ چجوری اومدی تو؟ در باز بود اومدم تو. من تو قرار نبود در رو ببندی. به جان سوگن قف کرده بودم. علکی نگو.
یاد رفته بود در ببندی، خاک تو اون سرت کنم. این بدبخت تو چرا به این شکل در آوردی؟ من اینو خوابونده بودم رو زمین، احتمالا خودش لیس خورده، سر خورده نشسته. از حالت خوابیده لیس خورد نشست؟ قطعا اینطور. دروغوی بی ارزه ترسو. پدر منو با خودت ببر. اینجا میمونی تکون نمیخوری، کسی هم راه نمیده. شیف هم شد؟ در ضمن اون بدبخت بیچاره از بس درش بیار گناه داره پاش درد میگیره. اولین کار این دخترتو شیش طلاقه میکنم. بعد نه من میرم، من میرم یه روز ظهر هلوش ساعت 12 میرم پیش مامانی حسن کانادا. پاش کرده شد. سلام علیکم. علیکم السلام. به به، شما بچه های عمو صادقین دیگه، درسته؟ بله بله، ماشالله ماشالله، چقدر بزرگ شدیم. بزنم به تخته. به به به، چه سعادتی. الو سلام علیکم. به 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 به، ماشالله با هم هم اومدیم داشته باشیم. چقدر درشت شدیم. به به به، این قوی تری مردان آهنین هست شبکه سه شب عید نشون میده. خیلی ماشاءالله، چی کار داری میکنی؟ بدم پایین باش. شما دخترم ما رو گرفتی؟ من هفت پشتم بخندم، ایشون جای دختر منه. از پسر دخترم ما رو گرفته؟ من اصلا پسر ندارم، به جون شما، به جون عمو صادق. تازه اگه همچی غلطی بکنه من میزنم 32 دندونش بریزه تو دهنش. میشه منو بذاریم پایین؟ نه. چش، پس عروسی ما همین بالا موندیم ها؟ حیات میپرچن و نقل و نباد بر سر عروس داماد. بودو بودو مبارک بودو، ایشالا مبارک بودو. جای عمو صادق امنه؟ امنه امنه، خیالت راحت، اصلا خودتو نگران نکن. فقط بله رو بگو زیاد کشش میده که زودتر شهرش کنده شه. شهر چی کنده شه؟ شوخی کردم، اصلا میخوای بری گل بشین برو بچین، میخوای گلاب بیاری برو بیار. راحت راحت بشن، غلطی دلت میخوای بکنی بکن. بله؟ بس که اصلا جنبه شوخی نداری. تا آقت بیاد من برم یه سر گوشه بدم. زود بیارش. دست بزنی برای عروس داما، دل بکشیم برای عروس داما. دست بزنی، هل بکشی، دست بزنی، هل بکشی، ماشاءالله، مبارکی مبارک، ماشاءالله مبارک. استمونم مرده، این شد رفعه کارش. کیه؟ منم پارسا. منم پارسا. اوضاع ردیفه، یکی دیگه زنشو میگیره، یکی دیگه عمو رفاقی کرده، ما درگیر جاب جنجال دنیای مرده ها شدیم. چیه؟ واسه پدر زنت میکنی؟ یاد رفته اون شب چه رگی واسهش باد کرده بودی؟ حالا اگه این
جوجه اردکای بیبی فیس مرحوم اومده، من چی باید بگم؟ چه میدونم بابا، خب بگو اینجا زنونه است نمیتونم بیام چون صحیح. بعد من اینجا چیکار میکنم داماد؟ یه تری که کنگا منو سوال پیش میکنی، خودت یه کارش بکن دیگه، من میرم در پسر من کنم. به به، سلام علیکم پسرموهای عزیز، حال تو چطوره؟ من عکساتون رو دیده بودم همتون رو ماشاءالله، ولی فکر نمی کردم اینقدر تنومند باشی. جوجو، شما دخترموهای ما رو گرفتی؟ کی؟ من؟ جسارتاً بله، البته ایشون بیشتر منو گرفته. ببینم بابای ما کجاست؟ الهی دلتون براش تنگ شده؟ خب حقم دارین، اینقدر باباتون با مزه است. اینو خودمون میدونیم، الان بابای ما کجاست؟ دنبال کار خیر، رفتن دنبال عاقد. بارسا جون کجایی؟ بابا عاقد اومده دم دره. اه چه حلال زده، تشریف آوردن. ایشون آقایی که دنبالش هستین ها، ایشون میخواد دخترم رو تونو بگیره. بابایی شما ساوردن سر و کله پسرای مرحوم اینجا پیدا نشد. نرقوله الان ذکر خیرتون بود، چه جوجه اردکای خوشگلی هم پرورش دادی. انگار جن دیده، قش کرد. آقا بفرمایید، آقا شما بفرمایید، آقا بفرمایید، شما بفرمایید، آقا بفرمایید. چه انداختی؟ آقا قبل از وارد شدنم من از یه چیزی مطلع شدم، مثل اینکه پدر عروس خانم در قید حیات نیستن. نه خیر، عمرشون رو دادن به شما، من تا مادرشون هستن. عروس خانم کفیلی که نداشتن، عموی پدر بزرگی. نه خیر، من تا مادرشون پای عقدنامه رو از طرف امضا میکنم. حاج آقا عموی خدا بیامرزم، خدا رحمتش کنه. وصیت کرده بود بعد از مرگشون بابای من کفیل دخترش بشه. انشالله که بابای شما در قید حیات هستن. ببینم حاج آقا، من خدمت شما نبودن. عموجان یه سره رفتن سالن، منتها اولویت با مادر عروس دیگه، ایشون هم داخل سالن نشستن. من میگم تا سفره عقد یخ نکرده بفرمایید. سامی جون چی شده سامی؟ بابا حرف بزن ببینم چی شده. جسد عمو صادق خود سامی عجب بابا بدبختی گیر کردیم، الان این بر بچه ها میان آبرو عزت و میره. سامی چی کارش کنم؟ بشم عجب عزیز خاله، اشکالی داره مادر عروس خانم پای عقدنامه رو امضا کنه؟ نه چه اشکالی داره؟ الهی قربونت برم، اصلا میخوای برای اینکه حرفم بهت ثابت بشه بیا بریم با هم خودت نگاه کن. بریم. تلفنم عمو صادقه، اسمس داده که همین الان اومده دم در. بابایی یا
باریکه. آفرین آفرین بچه خوب. ماشاءالله. در رو چرا قفل میکنی عزیز من؟ نه ترس آقا، ما جهت رفای حال عمو جون مجبور شدیم ایشون رو پنهانی نگه داریم. عموی شما که از بنده سالم تر آقا. جسد عمو کو؟ ها؟ میذاری من حرف بزنم یا نه؟ خب حرف بزن دیگه. من اومدم اینجا دیدم سامی از ها رفته، جسد عمو صادق هم غیب شده. شما گفتین جسد؟ جسد، من گفتم جسد. سامی جون من کی گفتم؟ حاج آقا چرا حرف در میاریم؟ اشتباه شنیدین حاج آقا. تا ما با حاج آقا بریم سر سفره عقد که خطبه عقد رو جاری کنن، شما بگردیم جسد رو پیدا کنیم. الان گفتی جسد. کی گفت جسد؟ هم بیانا شما؟ حاج آقا اشتباه شنیدین. شما بفرمایید. بفرمایید دوتا کبوتر عاشق رو به هم برسونیم بدبختشون کنیم. ما هم اومده خدمت تو. بفرمایید حاج آقا. راستی چرا این به حالت قش و ضعف در اومده؟ کدوم حاج آقا؟ ها ایشون زن میخوان حاج آقا. ایشون خاطرخواه دختر منه. هر موقع که داماد میبینن اینجوری قش میکنن. این جوونی های خودمون. حاج آقا بفرمایید شما. من میام خدمتتون. ولی باور کنین هر دوتای شما گفتین جسد. جسد؟ بفرمایید حاج آقا، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید حاج آقا. بفرمایید. بفرمایید. بله. شما اینجا چکار میکنید؟ کسی نهیده تو؟ چی معلوم هست شما کجایی؟ خدمت حاج آقا بودیم واسه مقدمات عقد. سلام. حاج آقا شما بفرمایید، من میرسم خدمت. بفرمایید. شادی تفلک فشارش افتاد، چشش سیاهی رفت. خاک بر سرم شد. مرد؟ شما چرا همش منتظر یکی بمیره؟ بهش آب قند دادیم همه چی درست شد. خودش سام کجاست؟ تو اتاق پیش آقا پرویز. یه بار پایین بود ببینم. چشم. سرکار خانوم نسرین سعیدی، آیا به بنده وکالت میدهید که شما را به مهریه یک جلد کلام الله مجید، 20 اصل درخت گردو، 16 رأس گاو شیرده به عقد دائم آقای صادق بابا صادقی در بیاورم؟ عروس خانم، بنده وکیلم. عروس رفته گل بچینه. چرا علکی صحبت میکنی؟ مثل دستک و شاخ و شمشاد پلوم نشسته. آفرین. بی تو چه از نیل علکی از خود در درست میکنی؟ ولی کلا آخه نسرین خانوم، اگه من دست گلم خودت سبد گل هستی که در کنارم نشستی. عروس خانوم بالاخره بنده وکیلم یا نه؟ با اجازه بزرگترا که زیر خاک خوابیدن. بله. حاضر سلامتی اون دامون دستی اون دست به کنگره بزن. بلند شد واسه یه دفعه. یه دفعه بلند شد واسه. کی بلند شد واسه؟ این ترسیده ها. بابا چرا سوسول بازی در میاری؟ نه ترس، محکم باش، استوار باش. ببین مثل پدر زده. امو صادق بلند شد چش تو چش من زل زده بود اینه جخت. ای داده بیداد بابا، یکی به من میگه قضیه چه خبره دیگه؟ داستان این امو صادق چه که تا پاشم گذاشت تو اتاق عقد شادیقش کرد. امو صادق اومد تو اتاق عقد؟ آره دیگه. با پای خودش؟ پدر جان از اون سوالا میپرسی؟ پس بابای کی؟ بابای خودش دیگه. ای چی شد الان؟ پدر جان قش کرد؟ آره این حالت بلا تکلیفیه دیگه، نزدیک به قشه. خب خیلی پدر جان استوار قش کرد پدر جان. بفهم خانوم شادی بابا صادقی، آیا بنده وکیلم که شما را به ازای یک جلد کلام الله مجید، یک جام آینه، یک جفت شمدان و مهریه 124,000 سکه به نیت 124,000 پیغمبر به عقد دائمی
آقای پارسا پیروزی در بیاورم؟ به یاد پدر مرحومم و با اجازه مادرم و همه بزرگترها. بله مبارک انشالله، مسواک هم اگه خب جواب میدن دیگه. دایی سلام، چطوری؟ خوبی؟ بپرس مامان کی میرسه. بریم اون سفر هم پیما شد. بپرس سفر رو گرفت، سفر رو بپرس گرفت. دیگه سچونه سفر سفر رو بپرس. ادایی جان، ادایی جان بپرس سفر رو گرفت. خدا فزایی داری بابا بپرس ادایی جان ناراحت میشه، سفر رو بپرس. چه خبرتونه؟ مگه عروسی باباتونه؟ سلام. سلام. قربون اون دهنت، بازم به تو پیرمرد. آقا پیرمرد کدومه؟ هی برای ما پیرمرد گذشتی. صادق جان تازه 111 سالشه. ولی کلا پیرمرد قربون چنده؟ آفرین. عمو صادق دلش نیومد بدون خدافظی با شما برن. ما داریم میریم آنتالیا مهاجرت. ما امروز عروسی برای ما جون نذاشی، وگرنه ما اقلکم تا قبرس رو میرفتیم. من میخواستم یه درسی به این نرخول بدم که همیشه توکلش به خداوند باشه، ولی هم شما رو تو درد سر انداختم هم خودشو. ما مخلص عمو جونم هستیم. من تو این سالها که از خدا عمر گرفتم فهمیدم که مرگ و زندگی دست خدا، خودش میده خودش هم میگیره. به بچه هم گفتن تا زنده هستم قدر منو بدونن. ای کاش پدر ما قدرشناسی از شما یاد میگرفت. باز دست پیشو گرفتی که پس نیفتی. بابا منظور عمو صادق اینه که قدر منو بدونین. ما که نمیگیم شما قدر ما رو بدونید. ما میگیم حالا که مامان اومده شما ما بیاین فرودگاه. همین منو منت کشی؟ ای. اصلا حرفش هم نزنی. آفرین. آی قلبم بابا خیلی کلکه عمو صادق، خیلی کلکه، ولی به جون همه بچه ها میخوامه. نگاه ها